بینندگان گرامی، درود بر شما. از اوضاع عمومی جنگ در افغانستان گزارشات متناقض می رسد. یک بخش طالب از تأمین امنیت و یک حالت اطمینان صحبت می کند. اما وزیر دفاع طالب که تازه از قطر هم برگشته و وعده های بسیار رنگین و چرب و نرم هم خلیفه قطر برش داده که معاش تمام اردوی طالب ما میپردازیم و از این قبیل گپا، همه چیزا به اشاره امریکا اونجا شده، توافق شده. اما خود آدم وقتی که داخل کابل آمد، یک پیامی را به مناسبت عید یا یک روز بعد از عید هم رسانی کرده است که ما نشانه های از حقایق در درون طالبان و جنگجویان طالبان میتونیم از او کشف کنیم. آجد کشف هم نیست، او خودش گفته بزرگا و کسایی که کلاناس و مسئولیت هایشان باید توجه کنن، یعنی که توجه نمی کنن. باز مثال میاره، میگه کسایی که باغی ها هستن، نیروهای مقاومت منظورش است، اعلام کردن که اونا دره خاوش در ولسوالی خوست بغلان گرفتن. باز خود وزیر دفاع طالب میگه که بیرق مجاهدین پایان کردن، منطقه را گرفتن، نمیگه که شکست خوردن طالبا. باز میگه که مجاهدین خب امو ساهر خودشان تخلیه کرده بودن، اونا آمدن امو بیرق پایان کردن. خب شما که وقتی که فرار میکنین یا تخلیه میکنین، او بیرقتان چطور مانده نوشه؟ معلوم میشه که غلط میگه، به خاطر از اینکه شکست خود بپوشانن بیشتر امی رخ مسئولیت طرف رفیقای خودش میگیره، طرف های طالبا، طرف بیشتر طرف رهبرا میگیره. صریحا پیام میده که کلانا یا زمون مشران به مسئولیت های خود توجه ندارند. این یک نوع درون ریزی یا درون شکستگی صفوف طالبا را نشان میده که اگرچه قبلا ما از سایر اقدامات عجیب و غریب و جنون آمیزی که اینا هر گروپش به طور جداگانه و خودسرانه در هر جا انجام میده ما اطلاع داریم، شما هم اطلاع دارین. اما گپی که ملا یعقوب میزنه این سند است، سند است دست اول. صریحا میگه که این دامت هیچ کس در دفتر نیست، در کار خود نیست، هر کس هر طرف میره، خانه خود میره، کسی خانه خود میره، کسی در یک جای دیگه میره. این شکایت میکنه. شکایت دیگه چیست که وقتی که همین بزرگا و دوستا، منظورش قماندانای طالب است، میگه وقتی که در یک نقطه اعزام میشن، اطمینان میتن در مخابره که ما رفتیم به منطقه، این طرف منطقه روان هستیم، در موجه ما بر انجام کار، انجام ماموریت، انجام دستور، ما این امو طرف روان هستیم. مگر یک بار میگه متوجه میشه که در اون منطقه نرفتن، در کدام جای دیگه رفتن. این نشانه شکست است. طالب با وجودی که امریکایا، قطر، امارات و دنیای عرب و تمام ارتجاع خلیج کوشش دارن تا این را محکم کنن پایشه، از هر طرف مثل که یک تار پوسیده از چند جای سکلیده باشه. مهمترین سند این سند صوتی ملا یعقوب است. ملا یعقوب به طور هشدارآمیز و اندرز آمیز در این حال میگه که شما باید از دستورات اطاعت کنید. معنای مقابل از این است که رسم اطاعت، اجابت و اجرای دستور در بین طالبا از بین رفته، در حال از بین رفتن است. اینا ظرفیت زندگی و اعاده انتظام در شهرها رو ندارن. اینا در دشتا، در قول و کوها گزاره کردن، اونجا خو کردن، در شهر با مناسبات شهر بلد نیستن. و وقتی که آمدن یک شهر، مثلا تکال 34 ولایت بزرشان است، شهر مثل کابل وقتی که بعد از شان افتیدن متوجه شدن که نظم و نگاه کردن یک شهر چقدر مشکل است. کاملا خودشان بیگانه هستن. میگه که اطاعت کنین.
هر دستوری که میشه شما باید او را اجرا بکنید. در غیر از او خام خا میگه، خام خا حوادثی در حال وقوع است. این حوادثی که در حال وقوع است به این معنی است که اعتراضات مردمی، جنبش مردم مسلحانه در کنار حرکت های مقاومت، حلقات مختلف مقاومت مسلحانه که آغاز شده است، مردم در کنار از اونا قرار میگیره، طالبا رو شکست میدن، متواری میشن. میگه که حوادثی در حال وقوع است به این معنی است که ما از جبهه مقاومت ملی شکست میخوریم. اینمی یک شکست ذهنی را نشان میده. قبل از یک شکست هنوز قطعی نامده، فقط اینا در پنشیر و اندراب و خوست و فرنگ و اینجا به سختی شکست خوردن. در طول اینمی 3 ماه خود شکست هایشان پیاپی است. اینمی چی کده؟ یک ویروسی از حس شکست در وجود از اینا پروریده است. به همین خاطر ما با صراحت گفته میتونیم که شکست طالب در میدان جنگ قطعی است. در میدان سیاست، در میدان مدنیت، در میدان اقتصاد، در میدان مناسبات با مردم، در اینا قبلا شکست خوردن. فقط نظامی مونده که اینا رو مثلا مسلح ساختن. وزیر دفاع خب از کی شکایت میکنه؟ وزیر دفاع شکایت میکنه. یعنی ما گپای کسی رو برای شما میگم که بچه ملا عمر است، وزیر دفاع است و تمام این جنگ که علی آسیای میانه تدارک میشه ظاهرا به گردن امی آدم است، تحت دستور امی آدم است، اما اصلا جنرال های آیسای است. اما خب نفر اول است رسما. میگه که حوادثی در حال وقوع است، اگر شما مسئولیت های خود نشناسین، یعنی هشدار میده که طرف مقابل پیش میه و ما را میکوبد. این به نظر من مهمترین خبر این هفته بود. بعدش از کوهستانات بلخاب خبر میرسه که رقم تلفات کسایی که در کوه ها متواری شدن، بیجا شده های مظلوم جنگ در حال افزایش است. تلفات کودکان بسیار زیاد است در که در کوه ها در دور دست ها از گرسنگی و شدت سرما تلف شدن. هیچ کمکی به اونا رسانیده نمیشه. حتی طالبا از دفن اجساد مردم جلوگیری کرده بودن. در هر حال 28,000 نفر که از خانهاشان جبران کوچانده شدن در وضعیت بسیار هولناکی به سر میبرن و در این حال نشانه های دیده میشه که اینمی ظرفیت 28,000 نفری که مورد ستم قرار گرفته در حال تبدیل شدن به یک جنبش است. مردمی که بین دو سنگ آرد شدن و در این حال ظاهرن به طالبا تعهد دادن که با یاغی ها همکاری نمی کنن. اما گزارشی که ما داریم افراد مولوی مهدی به همکاری طاهر ظهیر و چند نفر آدم های چیز فهمی که در بین از اونا هست سرگرم اثرگیری عملیات و اثرگیری به اصطلاح ایجاد انتظام تشکیلاتی و نظامی خود هستن. تامین ارتباط با دنیای بیرون داخل صورت گرفته. اونا دنبال یک حرکت از به شکل یک نقطه برگشت هستن به طرف طالبان. یعنی اونا امروز نه فردا در کوتاه مدت یا در میان مدت دوباره بر مواضع طالبان در بلخاب حمله میکنند. دلیلش چیست؟ دلیلش چیست که طالب استحکامات نداره که در فصل سرما در اون منطقه خود حفظ بکنه. دیگه ای که از نظر محیط بومی و شناختی که از منطقه باید وجود داشته باشد، طالب کاملا در موضع ضعیف قرار داره. اینا افراد خارجی هستن که میرن داخل یک قلمرو. به این خاطر اینا کاملا درک کردن که اگر زمستان آمد و نفرات مولوی مهدی دوباره تجدید قوا کرد و طرف ما حمله کرد، حتما بلخاب از دست ما خارج می شد. اگر بلخاب از دست طالب این بار خارج شود، به پایتخت مقاومت جامعه شیعه تبدیل می شد.
بالقوه پایتخت مقاومت هزاره ها و جامعه شیعه هست. بالقوه یک مقدار کمک های از جبهه مقاومت بر از اونو رسیده که ما زیادتر از جزیاتش مطلع نشدیم. تدارک جنگ در بلخ بیشتر تحت نظر طاهر ظهیر، والی سابق بامیان، خود مولوی مهدی، سناتور قیس و فرمانده کریمی از سیغان است و شمار از نظامیان دیگر هستند. اونا با منطقه بلدیت دارن، ارتباطاتشان قوی است و گزارش هم که ما گرفتیم به این خاطر است که اونا ممکن است بالای طالبان حمله کنن. طالبان در موضع ضعیف قرار دارن. من قبلا بیشتر در قسمت اول شروع برنامه گفتم که ملا یعقوب از اون منطقه، خصوصا از بغلان و از اون منطقه بسیار به تشویش است. هیچ گروه طالبان وقتی که به منطقه درست دستور داده میشه که برن به اجرای عملیات، در اونجا نمیرن، از سر به خود به دل خود یک جای دیگه میرن. این نشان میده که قمانده واحد وجود نداره. این نشانه ای از اختلاف بسیار شدید و ترمیم ناپذیر درونی طالبان است. رهبران جنگی بلخاب بیشتر توقع داشتند که سیاسیون، رهبران سیاسی و فرماندهان مقیم داخل و خارج در حمایت از اونا با صراحت اعلام موضع بکنند. چون این اعلام موضع صریح صورت نگرفته، دلیلش این است که جنگ بلخاب جنگ چند لایه است و به این سادگی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی میاد به این سادگی نیست. چیزای پیچیدگی هایی داره که تا روشن شدن و پیچیدگی ها رهبران سیاسی از جمله رهبری مقاومت ملی اینا از ابراز نظر سریع خودداری کردن. شورای انقره فاضل قیاس، فرماندهان ارشد در یا سیاسیون در خارج همینطور نسبت به حرکت و نحوه ظهور و عقب نشینی مولوی مهدی سوالاتی دارند که به او سوالات تا حال پاسخ داده نشده است. برحال اونا تصمیم دارن که حال کارزار جنگ چریکی رو برای بیاندازن. اگر جنگ چریکی برای افتاد، بلخاب 100% از دست طالب بیرون میشه. مورد بعدی من میخواستم یادآوری بکنم ایست که پیام ایدی غنی خائن به مناسبت اید بود و پیام ایدی ملا هیبت الله غایب که هر دوش متناقض، خنداور و بسیار در این حال اسفبار بود. خصوصا گپایی که غنی خائن زد، اولا ما بازم برای شما گفته باشم که امی که ای آدم اجازه میتن که پیام صادر بکنه، ای خودش یک تصمیم سیاسی است که اماراتی ها از این خبر دارن و این بدون اجازه امریکا هم نمیشن که غنی را اجازه میتن که اعلامی هم میتن. خب اوخ با کنار حالا که یادم پیام میته، میگه که هر نظامی که به اساس اراده مردم شکل نگیره دوام پیدا نمیکنه. این خائن هم قنه میگه که اینم به طور مثال همی حکومت خودم مثال بده، بگویه که اینم مثل که حکومت ما یک حکومت فاسد، خائن، غدار، ناکاره، دوست و سراسر آغشته با فساد بود، اینا دوام نکرد. مثال سر خود نمیاره، هیچ مثالی هم نمیگه، در صورتی که دم آپیش گریخته و تمام هستی و سرنوشت مردم افغانستان و تروریست ها سپرده. یعنی ما با چشم سفیدی و بیغیرتی یا چی بگویم با بیارزگی غنی بس شدت شوکه شدیم. هیچ آدم نمیتونه که چی بگویه. یعنی با کدام چشم روی میاد دوباره اعلامیه میته مردم افغانستان خطاب قرار میته، مردم اینه که
در بدترین حالت ایلا کرد رفت گریخت و در وقتی در دوران خودم به مردم هیچ ارزش قائل نبود. حرکات سراسر خنده و چیغسا و پر از جنون و دیوانگی از او خوب حالا حتما بیادتان است که هیچ معلوم نبود چرا میخنده، هیچ معلوم نبود چرا چیغ میزنه. آلیام نمیبره نمیاره، میگه که هر نظامی که به اساس اراده مردم، خب نظام خود چرا یکی اول چرا مثال از خود نمیری، دومی که نظامی که تو 8 سال به او 6 سال تقریبا به او به عنوان گفته خود سر قماندان اعلی قوان دانش چاک میشد، در زندگی خود مرمی رو فیر نکرده، سر قماندان اعلی این یک رقم قلقله میکرد. یعنی مردم افغانستان سزاوار رهبری شدن به وسیله امیت آدم ها رو داشتن، چه رقم تقدیر است. از انتخابات معیوب جلی جویده شده و خیلی پرمصرف هیچ یاد نمیکنه که تنها اما انتخابات دروغین که از 30 میلیون نفر 1 میلیون نفر شرکت میکرد، مصرفش به اندازه یک انتخابات 50 میلیونی بود از بودجه دولت. یک چور بود، در رأس چورش عمر داودزی بود و گروهی که تشکیل داده بود. هیچ کس این هر چیز نمیگفت، هیچ از خود ای خائن یک مثال نمیده که یعنی شما و مردم از سرنوشت ما پند بگیرین یا او طالب از ما پند بگیرین، ما سقوط کردم افغانستان رو تباه ساختم به اینی کارا. از خود مثال نمیاره، ما چون از خودم چیز دیگه مثال میارم، تیوری میگه. این شرم، این بی‌عزتی که در تاریخ به نام زیادم ثبت شد، 1 میلیون نفر و بسیار مشکل از جمع 30 میلیون نفر و هم ترس و لرز و کش و گیر و وعده و وعید دل و نادل رفتن و پای صندوق های رای آخرم و هم کش و گیر یک جالی 300,000 رای جالی رو در او اضافه کردن که چی درامه های ساختن یوناما هم رایش و این خائن هایی که خود کاندید میکردن یک دم تیر میشدن به نام غنی که باش باز ای خوب بیز خوب میه باز ما را یک جای مقرر بکنه. این کاندیدا کلش خدا میشناسه. اونمو حسابات پولی کد 91 و 92 بود که هر کدام از اینا و مثل لاشخورا سر از او چنگاو بودن، مثل یک نل هوایی بود که هیچ بسته نمیشد. این اقتصاد ضعیف بیت المال ناتوانی مردم مسکینه ببینین و او چی رقم یک کشوگیر سر کود 91 و 92 بود، مثل یک پستان گو که از وزیر تا والی، از والی تا قماندان، از عضو پارلمان تا خیلی مشاوران یا از خائنایی که از خارج می آوردن که تمام جوانیشان در خارج تیر شده بود، هیچ افغانستان هم نمیشناختن. می گفتن بریم که پیسه هست، می آمدن از همین پستان گو می مکیدن و دهان بند میکردن. از همیست که من ایران میمونم که چطور میایم پیام میتا و او هم مردم افغانستان خطاب میکنه. حق و ناحق یا دانست میگفت که من سرقماندان قوای مسلح است. آخرش چرا قم تمام قوای مسلح قدم به قدم تسلیم دشمن کرد. وقتی که نام افغانستان میگیری تو که افغانستان با پاکستان دادی، مدنیت با ترور مالچه کدی، شما چه رقم مردم هستین؟ این خائن اگر تمام ویدوهایش آدم سرش کار بکنه جمع بکنه، یک سوژه وحشتناک و رنجبار از او درست میشه که صد بر رنجاندن صد نسل کافی است. ای چی میگد؟ هر کسی را که مورد نفرت مردم قرار میگرفت، ای دفتن او را بالا میکشید، مدال میداد، وزیر میساخت، والی میساخت و در اداره امور می برد. عجب به خدا. خوب جنگیدین با مردم و خوب منفور هم شدین. جنگ خانه به خانه را، جنگ دفتر به دفتر را، جنگ طایفه به طایفه را از امو دوران عبدالرحمن خان به این طرف در عصر جدید ای آدم بنیانگذاری که دوباره نوسازی کرد به خاطر از یک بانه، چون ریشه نداشت، هیچ کدام دغدغه‌ای نداشت. مثلا تنها به قوم تاجیک یک چند نفر خائن جمع کرده بود که تنها به قوم تاجیک 70 زیر مجموعه مستقل جور کرده بودن.
که طور نشان بدن که هیچ هستن، خلاص، به خاطر اهداف سیاسی و بسیار زود گذر. هیچ کس نگفت از سیاسیون خائن که جنبش رستاخیز چقدر در روز روشن اینا به خاک خون کشیدن و ناحق تروریست ها را اعلام کردن، میمان خانه برشان جور کرده بودن. جنبش رستاخیز که یک اعتراضی بود که یک کفایت حکومتداری باید پیدا شود تا ما در برابر دشمن تروریسم استاد شویم که این رقم قصابی شده میریم. آجت شبکه قانی اونا نشد، اینا خودشان کشتن. جنبش روشنایی را که چارایی ها را از خون از اینا رنگین کردن. امی کسافت میگفت که 1600 مسجد ما ساختیم. او در حقیقت میخواست 1600 مرکز پرورش افراطیت و انتحاری ها امار بکنن. تازه نشان میداد که ما خود ما مدرسه ها را تشکیل میدیم، آجت از این نیست که مردم پاکستان برن. تو با مردم کار میدادی، آگاهی میدادی، عزت میدادی، اطمینان میدادی، مدرسه را چه کار داری؟ تو خود نه در رای مدرسه رفتی، نه نماز یاد داری، نه کلمه تا میفهمی. طالب میگه از تاریخ درس بگیره. خودش از کدام تاریخ درس گرفت؟ این اول جواب بده که از کدام تاریخ و قباحت های گذشته وقتی سر قدرت آورده شد امی آدم درس گرفت. 1600 مسجد می ساخت، ادعا می کرد که ما سیرت و نبی را نوشتیم، معلوم نیست که در کجاست، و در این حال خود یک عالم اسلامی جای می زد، در نماز و جنازه بر رکوع و سجده می رفت، یا امام حسین نواسه خدا می گفت، یا شعر سعدی را می رد تاجکستان غلط می خواند، پس می آمد دانشگاه را در پیش روی استادان دانشگاه و اکادمیسیان ها می گفت بادلاق است، و امو استادا کلش چک چک میکردن برش. چی دورانی بود؟ چرا نباید سقوط میکرد اون نظام؟ باید سقوط میکرد. تا امروز ها مردم شما خبر میفهمی که اجمل احمدی که میگفتن که رئیس بانک مقرر کرد، امو کی بود؟ کسی هست بگوه نشان بده. او یک کود بود، یک اسم جهلی بود مثل ملای بطلا واره، فقط بر انتقال پولا و دادن قراردادهای بزرگ برای کمپانی های لبنانی. خود او زن مرموز که هیچ کاره بود، می آمد حتی قدر دانشواز شده بود که می گفت در پارلمان افغانستان کلش آدم های نادان جمع شده، این تو گب می زد، آدم های نادان جمع شده در پارلمان، می گفت در وزیرا اینا رای بتن یا نرتن و کدام کاره نیستن، وزیرا کار خودم می کنن. عملا به اینی رقم اینا حکومت کردن. حالا که ما یک پا رو برای شما میزنم، اونمو رویه حاکم است، اونمو رویه حاکم است. شما بگوین که بالا چطور، چی میگی؟ خلاص شد، رفت، نرفته. اونمو بایرق سیرنگه در پشت سر خود که میمانن، اونموز تمام جنایات خدا در پشت اونم بایرق میخواین بپوشانند. چنان گپ میزنم مثل که طالب یک نیروی بومی افغانستانی است، اینمی غنی خائن که مغز متفکر میگفتنش. هیچ اشاره نمی کنه که همین طالب از کدام استقامت آمد، کی است، از کجا آمد، عقبش در طول 30 سال کدام کشور است، اهدافش چی است. ای دی بار نمیگه، اینطور خطاب میکنه یعنی که صاحب بلا منازع این مملکت اینمی هستن. ای اهداف، ای خباست ها افشا شده. تو که از کشورهای اسلامی میخوای که طالب هم متوجه بسازن که دین اسلام چطور، خیر دین اسلام و خیر جامعه در چی است؟ چرا جامعه اسلامی تو میخوای؟ جامعه اسلامی کدام جامعه اسلامی؟ آیا جامعه اسلامی وجود داره در این دنیا؟ داره چی؟ جامعه وجود داره که بدتر از طالب است، پشتیبان همی طالب است، و اینا را اساس دین اسلام یاد بده. تو اساس دین اسلام تو میفهمی؟ این چه رقم است که تو هم اساس چه نمیفهمی؟ طالب هم میگه که او هم نمیفهمه، مجاهدش میگه که اردویش نمیفهمه. خیلی اساس چی هست؟ در پشت یه پا خود پد نکنیم. این بیمغز باید نشان بده که کشمکش در افغانستان بر سر اسلام نیست، جنگ بر سر منافع کشورها، جنگ بین دو مدنیت از در افغانستان.
جنگ بین استراتژی پاکستان و استراتژی کشورهای دیگه است که بدون در دست داشتن افغانستان نمیتونه جنگ پیش ببره. کثافت بی مغز، تو فکر میکنی که کس نمیفهمه این گپا را؟ اگر از خودت سوال بکنیم که بیا طالب بفهمون که اساس دین اسلام در چی است، چی میگی؟ چرا این میگه پنه میزنی؟ خودت مگم یهود هستی که از کشورهای اسلامی میخوایی که طالب بفهمونن که اساس دین اسلام چیست؟ ناق نیست که تو را میگن یهود هستی. خب ای را نصیحت میکنی که از تکرار تاریخ جلوگیری کنه طالب. خودت از تکرار تاریخ جلوگیری کردی؟ مگر خودت نمونه از تکرار تاریخ نیستی؟ تنها گریزت اگر مثال بزنیم، تو خلف شامانلو نیستی؟ تو میراثدار صدیق دکتر نجیب در گریختن از کابل نیستی؟ خواست تو اول باید امیر جلوگیری میکردی، خودت که سرقماندان علا میگرفتی. یه تو گریختنه که تو کدی یک پشک نمیگریخت. بنان غنی خائن، تو را نگاه کردن به کدام کاری که آخرین فیرت بر مدنیت و تاریخ افغانستان بکنی و باز بری در زبالدان تاریخ پرتاب شوی. من فکر میکنم که به او روز نخواد رسیدی. تا برنامه بعد، شما را به خداوند می‌سپارم.